آقای دکتر علی سعدوندی اقتصاد و متخصص حوزه اقتصاد پولی و بانکی به جمع ما پیوستند، ارتباط تصویری داریم. آقای دکتر سعدوندی سلام، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر پرویزیان و هموطنان عزیزم، در خدمت شما هست. آقای دکتر موضوع رو که میدونید و در واقع علت انتخاب این موضوع رو از وسط هفته شروع کردیم به پرداختن رو میدونید دیگه. بلافاصله ما بعد از صحبت‌های رئیس محترم جمهوری که گفتن دومی دغدغه‌شون تورمه، بلافاصله با حضور کارشناسان بحث تورم رو مطرح کردیم. امشب هم در خدمت شما هستیم. دو استاد دیگری که باشون گفتگو کردیم هر دو تاکید دارن بر طرف عرضه و میگن که طرف عرضه باید هزینه‌های تولید کاهش پیدا بکنه. دیدگاه شما چیست؟ حالا به عنوان شروع بحث برای در واقع شناسایی ریشه های تورم و مقابله با اون. بله، ببینید تورم طرف عرضه اتفاقا مسئله مهمی هست. شوک‌های معمولا شوک‌های عرضه که ما در مدل‌های اقتصادی می‌خوایم مدل کنیم، یعنی اقتصاد رو وقتی می‌خوایم مدل کنیم در طرف عرضه وقتی شوک عرضه رو در نظر می‌گیریم کلاً اصلا شوک قیمتی در نظر می‌گیریم. اگر شوک مثلا به تولید رو بخوایم در نظر بگیریم شوک تقاضا رو در نظر می‌گیریم، ولی شوک‌های طرف عرضه شوک‌های قیمتی هست. ولی دقت بفرمایید که تورم طرف عرضه بسیار مهم هست، اما تأثیری که بر اقتصاد می‌گذاره تورم‌های چند درصدی به وجود می‌آورد و اون هم اگر که نیوکینزیان تیوری آف اینفلیشن یا نظریه تورم نیوکینزیان رو مد نظر قرار بدیم، وقتی که در واقع مقدار تولید بیشتر از سطح طبیعی تولید هست شما ملاحظه می‌فرمایید که دستمزدها افزایش پیدا می‌کنه و یک تورم طرف عرضه خواهیم داشت. من منکر تورم طرف عرضه به هیچ وجه نیستم و اینکه در ایران در کشور ما هم ممکنه تورم طرف عرضه وجود داشته باشه، بله طرف عرضه هم تأثیر دارد در تورم، منتها وضعیت تورمی ایران الان کاملا مشخص هست که از طرف تقاضاست. تورم طرف تقاضا برای بینندگان عزیز اگر بخوام که متوجه مباحثی بشن که خیلی مباحث علمی هم هست، منظور این هست که پول چاپ می‌شود و اینقدر این حجم پولی که چاپ شده بالا هست و این خلق پول اینقدر بالا هست که موجب میشه که ارزش اون پول کم بشه، از دست بره. و وقتی ارزش پول از دست میره طبیعیه که همه کالاها افزایش قیمت خواهند داشت. حالا شما در این شرایطی که ارزش پول داره از دست میره و همه کالاها باید افزایش قیمت پیدا کنند، حالا شما میبینید که بعضی از اقتصاددانان عزیز ما میفرمایند که بیاید قیمت‌ها رو کنترل کنید و تثبیت کنید تا بتوانیم تورم رو کنترل کنیم. خب شما برفرض نصف قیمت‌های یک جامعه رو کنترل می‌کنید، پس اون نصف قیمت اصلاً تغییر قیمت ندارد. برفرض که موفق بشوید، برفرض که نظارت هم شدید باشه، برفرض که بگیر و ببند هم در اقتصاد راه بیاندازید، اگر 100 تا کالا در اقتصاد تولید بشه شما 50 تا کالا رو کاملا قیمتش رو تثبیت می‌کنید. این در نهایت به اینجا خواهد انجامید که قدرت خرید این 50 تا کالا به 50 کالای دیگری خواهد رفت که تحت قیمت گذاری حکومتی قرار نداره، تحت تأثیرات حکومتی قرار نداره. پس بنابراین اونجا شما باعث شایع خواهید شد که قیمت ها اتفاقا اوورشوت بکنه، اتفاقا بیش از حد افزایش پیدا بکنه. حالا اگر اون کالایی که جامعه که حکومت میتونه کنترل بکنه، دولت میتونه کنترل بکنه، اگر اون کالا قیمت ارز خارجی، یعنی در واقع ارزش پول ملی در مقابل ارز خارجی باشه، اگر اونجا نتوانیم کنترل بکنیم، حالا یک مشکل دیگری هم پیدا میکنیم و اون چیز اون انتظارات تورمی است. چرا؟ چون در کشوری مثل کشور ما قیمت ارز، نه قیمت ارزی، قیمت ارز در بازار آزاد در واقع لنگر اسمی تورمه. حالا شما با سیاست‌های تثبیتی باعث میشید که قیمت ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کنه. البته دولت میتونه بگه از منظر من اصلا قیمت ارز الان 4 سال تغییر نکرده و قیمت ارز همون 4.200 که گفتیم همون هست و حرف مرد یکیه، ولی مردم مطلقاً به این مباحث نگاه میکنن. مردم خیلی دید واقعی و ریلی در اقتصاد دارن، به طور واقعی به اقتصاد نگاه میکنن و قیمت ارز بازار آزاد رو ملاک میگیرن برای در واقع انتظارات تورمی خودشون، برای اینکه انتظارات تورمی خودشون شکل بدن به قیمت ارز بازار آزاد نگاه میکنن. یعنی دقت بفرمایید که بله ما تئوری های در زمینه تورم در کتاب درسی اقتصاد تحت عنوان آزمایش و دیمند پول، تورم طرف عرضه و تورم طرف تقاضا داریم،
اما سیاست هایی که در 50 سال گذشته در کشور ما به کار گرفته شده برای کنترل تورم نه فقط موفق نبوده، بلکه منجر به این شده که ما طولانی ترین دوره تورمی رو در طی تاریخ بشر داریم. و نه فقط این اتفاق افتاده، بلکه در دهه 1390 این سال آخرین سال 1390 هست، شما می‌بینید که وضع تورم به مراتب بدتر شده. چرا بدتر شده؟ ما مرتب نوآوری داریم در جهت تخریب، نوآوری داریم در جهت افزایش تورم. متأسفانه به جای اینکه تورم رو کنترل کنیم، سیاست‌هایی رو در پیش گرفتیم که مرتب وضع ما رو بدتر خواهد کرد. آقای دکتر، من با صحبت‌های شما موافقم، اما انصافاً طرف ارز رو هم نمیشه نادیده گرفت و شاید بتونیم بگیم به اقتصادمون بگیم آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، هم مشکل طرف ارز داریم به لحاظ ساختاری، هم در واقع تحریک تقاضا رو داریم به لحاظ پولی کردن اقتصاد. اتفاقا من تعجب برام که شما میگید تقاضا، برای اینکه خود شما در مورد انحصار و موانع ارز و موانع تولید و اشتغال هم مفصل صحبت کردید، یعنی معتقدید که از اون طرف هم یه گیرو گرفتایی داریم. وقتی اینا رو بذاریم کنار هم دیگه میگیم پس هم باید طرف عرضه رو اصلاح کرد، هم طرف تقاضا رو، تا اونجا که من متوجه شدم. باز به این موضوع میپردازیم. آقای دکتر سعدوندی، نظر شما در این مورد چیست؟ من با همکاران عزیزم بسیار اختلاف نظر جدی. من که استقبال میکنم، اصلا چشمانداز استقبال میکنه از دیدگاه های متفاوت و اختلاف نظر کنار هم بگذاریم و بالاخره به یک نتیجه و تضارب‌آرایی برسیم. دیدگاه شما چیست؟ بله، من میخواستم خدمتتون عرض کنم جناب دکتر پرویزیان، ببینید ما یک سری چشمانداز، یا اسم برنامه هم چشمانداز است، یک نوع نگرشی نسبت به وقایع دنیا داریم که در زمینه مسائل اقتصادی حدود 50 سال هست که ما همین چشمانداز رو داشتیم، همین تفکر رو داشتیم، همین برداشت رو از وقایع در واقع اقتصادی داشتیم، از پدیده‌های اقتصادی داشتیم و مسیر ما تغییر نکرده، طرز فکر ما تغییر نکرده و مرتبم شدیدتر شده. یعنی مثلا مسئله تعزیرات حکومتی و مسئله قیمت‌گذاری از قبل از انقلاب، از زمان دولت حمیدا شروع شده. یعنی وقتی که بعد از دهه 40، دهه 40 نرخ تورم ما در طی یک دهه به طور متوسط زیر 2% بوده، وقتی افزایش پیدا کرد، نرخ تورم افزایش پیدا کرد به دلیل اینکه درآمد ارزی رو ما سعی کردیم به ریال تبدیل کنیم و بنابراین پایه پولی رو افزایش دادیم و دقیقاً معادل این هست که استقراض کردیم از بانک مرکزی. وقتی در دهه 50 نوجوان نرخ تورم افزایش پیدا کرد، دولت اون زمان چاره رو در این دید به اصناف و به کسبه فشار بیاره، نظارت رو تشدید کنه. اون زمان در نظارت موفق نشدن، تشدید نظارت موفق نشدن و در نهایت به انقلاب انجامید. بعد از انقلاب دقیقاً همون رویکرد ادامه پیدا کرده تا امروز. الان ما در دولت جدید متاسفانه میشنویم که این نظارت ها قرار تشدید بشه. صحبت بنده این هست، بگذاریم 2 سال دیگه بگذاریم ببینیم آیا این تشدید نظارت ها به بهبود وضعیت تورم می انجامد یا به فهمت وضعیت تورم می انجامد. اگر بنده اقتصاد خواندم، خدمت شما عرض میکنم که به وخامت وضعیت اقتصادی خواهد انجامید. ما باید به ریشه بپردازیم. اما یک نکته رو خدمت شما عرض کنم، این که ریشه تورم یک پدیده پولیست، تورم پدیده پولیست و ریشه تورم خلق پول، اینو من قطعا قبول دارم، این شکل درش ندارم. اما این که راهکار مقابله با تورم فقط پولی باشه، بنده مطلق قبول ندارم. یعنی شما اگر حالا شرایط تورمی وجود آمد، انتظارات تورمی به شدت افزایش پیدا کرد، شما در یک محیط تورمی 50% دارید زندگی میکنید، حالا که قرار مسیر برعکس رو برید، این جاده دو طرفه نیست. یعنی چه جاده دو طرفه نیست؟ یعنی قیمت ها چسبندگی دارن، شما نمیتوانید سطح قیمت ها رو به سطح قبلی برگردانید. نه فقط نمیتوانید سطح قیمت ها رو به سطح قبلی برگردانید، که زمانی که شروع کنید به سیاست های ضد تورمی، با یک پدیده مواجه میشوید که ما در ادبیات اقتصاد کلان تحت عنوان سکریفایس ریشیو، یا من ترجمه کردم به نسبت فداکاری، شما میرسید به سکریفایس ریشیو. یعنی چی سکریفایس ریشیو؟ یعنی شما بخشی از تولید ناخالص ملی خودتون رو از دست میدید. اینجاست که شما به سیاست های طرف عرضه نیاز دارید، به سیاست های ضد انحصاری نیاز داری.
بنده تورم 50% امروز اقتصاد ایران رو مطلقاً پدیده طرف عرضه نمیدانم. دقت بفرمایید. بله. ولی کار مبارزه با تورم رو مبارزه با انحصار میدونم. مانع زدایی میدونم. تسهیل مجوزها میدونم. تسهیل کسب و کارها میدونم. اتفاقا باید اشاره کنم به قانونی که اخیراً در مجلس تصویب شد و تشکر میکنم از نمایندگان محترم. منتها اگر مشورت میشد من فکر میکنم این قانون رو باید خیلی خیلی قوی‌تر از این که نوشته شد باید نوشته میشد و امیدوارم این سرمنشأ تحولات عظیمی در اقتصاد باشه. ببینید ما متاسفانه حساسیتمون به پخش رانت در طی 50 سال گذشته بسیار پایین بوده. ما اصلا ککمون هم نمیگزه که چند ده هزار خانوار یا چند هزار خانوار شاید عرض کنم چند ده هزار نفر چند هزار خانوار مثلا ارز 4200 دریافت کنن کالای اساسی ما رو وارد کشور کنن به طرق مختلف در نهایت به قیمت بازار آزاد در اختیار مصرف کننده قرار بگیره و این ثروت عظیم متاسفانه از کشور خارج بشود. برداشتی که ما داشتیم در برنامه دیگری که در سیما من حضور داشتم مجری محترم وقتی که اعداد رو عنوان کردن بنده به این نتیجه رسیدم که در سال وقتی اعداد رو جمع کردم که در سال 98 99 و 1400 چیزی حدود 32 میلیارد دلار ارزشمند کشور به خاطر تعلق به 4200 به خانواده های خاص وارد کننده خاطر اینکه ما میخوایم این عزیزان وارد کننده بالاخره و خیلی هم نزدیک هستند به دولت تا اینا همیشه برخوردار بمانه واقعیته به اسم محرومین به اسم مستضعفین ما ارز 4200 ارزی که قیمتش 27 تومن 28 تومنی در بازار آزاد ما میاریم در اختیار این افراد قرار میدیم به قیمت 4200. حالا جالب اینجاست جناب دکتر پرویزیان من اینو خدمتتون عرض کنم و عرضم رو خاتمه بدم. یکی از اولین پدیده هایی که ببینید سه اقتصاددان اول دنیا اقتصاددان هایی که در قرن 17 و 18 در واقع علم اقتصاد رو به تدریج به وجود آوردن آقای ادم اسمیت، آقای ریکاردو، آقای جان استوارت میلز، این سه نفر هر سه به مبحث رانت اشاره کردند. یعنی یکی از اولین مفاهیمی که اقتصاددانان اولیه کشف کردن همین مفهوم رانت پاشی بود. شما وقتی رانت در اختیار افراد قرار میدید هیچ دلیل نمیشه که لزوما قیمت کالا در بازار کاهش پیدا کنه. فرد بله میره کالا رو از خارج از کشور وارد کنه قیمت تمام شده کالا ممکنه یک دهم باشه در بازاری که مطلقا رقابتی نیست و دلیل غیر رقابتی بودن این بازار همین ارز 4200 است که ما اختصاص دادیم. همین سیاست های انحصار طلبانه است که متأسفانه داشتیم در طی این مدت. به همین دلیل 4200 بازار متمرکز شده، بازار انحصاری شده. حالا ما میگیم بازار انحصاری باز ارز 4200 رو اجازه آزادسازی نمیدهیم. و این ارز 4200 هم چون بازار انحصاری مطلقاً تأثیری در کاهش قیمت ها در بازار نداشته و قضاوت رو به بینندگان عزیز اعاده میدهم. ببینید آیا واقعا با تخصیص ارز 4200 در 3 سال گذشته آیا قیمت کجایین، قیمت دارو، قیمت تجهیزات پزشکی و قیمت روغن خوراکی آیا افزایش پیدا کرده یا نکرده؟ اگر افزایش پیدا کرده پس سیاست اعطای ارز 4200 متاسفانه در این شرایط سخت تقویمی این ارز 4200 در اختیار وارد کنندگان قرار داده و این سیاست یک شکست کامل اقتصادی است. دیدگاه پایانی و جنبندی آقای دکتر سعدوندی. آقای دکتر دیدگاه خودتون رو بفرمایید و خداحافظی بکنید و راهکار به ما بدید. چند تا آقای دکتر چند تا راهکار توصیه بکنید دیگه. حالا صحبت ها رو بیننده ها کنار هم قضاوت میکنن. راهکارها 1 2 3 4 لیست بفرمایید. بله اگر بخوایم وضعیت تورم رو اصلاح کنیم عرض کردم خدمتتون ریشه تورم پولی است اما در مداوا ما در واقع مسیر یک دو طرفه نیست که ما اگر مثلا رشد پول رو کاهش دادیم مشکل حل بشه. متاسفانه وضعیت پیش خواهد آمد که ما به شدت مجبوریم از تولید ناخالص ملی سکریفایس کنیم یا از تولید ناخالص ملی فدا کنیم تولید ناخالص ملی رو. اگر ما بخوایم که در اینجا مقابله کنیم با فدا شدن تولید ناخالص ملی نمیتوانیم سیاست بودجه انقباضی داشته باشیم. دوستان عزیز دقت بفرمایید در تجربیات سایر کشورها اینطور بوده که وقتی که سیاست‌های ضد تورمی در پیش گرفته
در پیش گرفته شده، اگر سیاست انقباضی پولی در پیش گرفته شده، همزمان سیاست انبساطی بودجه‌ای در پیش گرفته شده، نه اینکه سیاست انقباضی بودجه‌ای در پیش گرفته بشه. یعنی خیلی تفاوت داره اون چیزی که در ادبیات هست، اون چیزی که تجربه بشری است و اون چیزی که امشب ما اینجا مشاهده کردیم. به باور بنده دلیل طولانی مدت تورم از دهه 1350 نشستن ارز دولتی بر ترازنامه بانک مرکزی بوده. ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده، پایه پولی افزایش پیدا کرده، بنابراین به تورم انجام میده. چگونه میشه کنترلش کرد؟ خیلی راحت. بودجه ارزی باید از بودجه ریالی جدا بشه. ما هفته پیش هم این بحث مطرح کردن در این برنامه که من دیگه پاسخ ندادم. ایشون میگفتن خلاف قانونه، شورای نگهبان ممکنه رد کنه، چون که ما بودجه نباید بودجمون ارزی باشه. نه، همون بودجه ارزی رو هم میایم به ریال ترنسلیت میکنیم. یعنی ما میایم به ریال ریال دو تا بودجه تقدیم مجلس میکنیم، یک بودجه ریالی با منابع ریالی، یک بودجه‌ای که به اعداد و به ریال تبدیل کردیم با منابع ارزی. منتها اون ارز رو وارد اقتصاد نمی‌کنیم. اون ارز هر چه در آمد ارزی داشته هزینه کردمون هم ارزی خواهد بود. اگر این اتفاق بیفته، کسری بودجه بسیار سنگینی که در 50 سال گذشته داشتیم ظاهر خواهد شد، شفاف خواهد شد. یک چیزی حدود 50% جی دی پی کسری بودجه خواهد شد. ترسیم در کوتاه مدتش مشکلی ندارد، از محل انتشار اوراق جبران می شود. الان دوست عزیز یک اشتباه بزرگی فرمودند، اون مقاله که گفتند، مقاله بر اساس مقاله 1981 که سارجنت والاس هست، در مقاله 1981 که سارجنت والاس در کانکلودینگ ریمارک اگر شما ببینید در نتیجه گیری مشخصا گفته شده نرخ ارز واقعی، ببخشید نرخ بهره واقعی اگر به طور ممتد بسیار بیشتر از نرخ رشد اقتصادی باشه مشکل به وجود میاد. همونطور که جناب دکتر پرویز خوب فرمودن، نرخ بهره واقعی ما به شدت منفی است و سالهاست که منفی است. بنابراین دقیقاً توصیه این مقاله ها، توصیه همون IMF، توصیه همه اقتصاددانان پولی در دنیا رو من خدمت شما عرض میکنم، در شرایط فعلی کشور ما اگر که کسری بودجه از محل انتشار اوراق تامین بشه، قطعا ضد تورمی خواهد بود، تورم کاهش پیدا خواهد کرد. مشکل جای دیگه است، مشکل طرف عرضه خواهد بود، مشکل تولید خواهد بود، مشکل بازار سرمایه خواهد بود. شما میخواید تورم رو کنترل کنید، بازار سرمایه دچار مشکل میشه. برای تک تک میشه، ما باید بیمار دچار مثلا کمخونی نشه. برای تک تک این موارد ما باید چه کنیم؟ ما باید راهکارهای مشخص داشته باشیم و اون برمیگرده به اقتصاد طرف عرضه. یعنی سعی کنیم مانع زدایی کنیم، سعی کنیم مجوزها رو اصلاح کنیم، تسهیل کنیم کسب و کارها رو، سعی کنیم انحصارات رو اصلاح کنیم. اگر همزمان با سیاست‌های پولی انقباضی، سیاست‌های پولی انقباضی و سیاست‌های بودجه انبساطی، اگر همزمان با سیاست طرف عرضه رو هم در پیش بگیریم و عملیات بازار باز به درستی اجرا بشه، نه اون چیزی که امروز در بانک مرکزی در حال اجراست، عملیات بازار باز مستلزم سیاست گذاری پولی است. دقت بفرمایید، ما الان سیاست گذاری پولی 40 سال در کشور نداشتیم، حتی یک روز هم نداشتیم. سیاست گذاری پولی تنها زمانی اجرا خواهد شد که یک شورای مستقل تصمیم بگیرن روی نرخ بهره. دقیق می‌فرمایید، اگر نرخ بهره به درستی تعیین بشه در اقتصاد، از طریق انتشار اوراق، از طریق سیاست‌های طرف عرضه، از طریق در واقع تفکیک بودجه ارزی از ریالی، من به شما تعهد میدم، همینجا به بینندگان عزیز تعهد میدم، اگر مسیر گذشته رو که نظارت و این مسئولیت باشه و بگیر و ببند و خلاصه این مسائل رو اگر کنار بگذاریم و تجربه بشری، تجربه علم بشری رو اگر به کار بگیریم، در عرض 18 ماه ما برای همیشه با تورم‌های بالا کشور خدا خواهیم کرد. از شما متشکرم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سعدوندی، آقای دکتر صادقی، آقای دکتر بهوسیان و آقای دکتر پورفرج از حضورتون در برنامه امشب.